شیم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم یک تای فرستان یک تای فرستان هم دارسی خاموسیم هم دارسی ناموسیم هم شریف لفظی هم شریف باله هم شریف ناموسیم هم شریف اقباله هم شریف اقباله ما آتشی زردوشتیم ما کشته نمیکشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشته نمیکشتیم دیروز سالم سال دل در دلم گویاند بر این گراهی دیروز سالم سال بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آور سار دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آور سار یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درود نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آرمینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه من و به حسین و علی شدن نماد و ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از برومن از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دین پیشانی دلهای سنگ دین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم من حمزه است که روم پوشیده از شهر میگذرد از غبار راه پوشیده ما همه لعبتگانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز میدونی یعنی چی؟ عمر خیام ستاره شناس منجم فیلسوف ریاضیدان نویسنده و میهنگرای برتر سرزمین آریایی است که اینو میگه ما همه بازیچه ایم همه بازیچه ایم ولی میتونیم عروسک گردان باشیم اگر بخواهیم در شرایط کنونی جهان بسیار دشوار شده این معمولا همه رو یه جور گذاشتن سر کار خصوصا سرزمین آریایی ما که به هر حال دیگه انقدر گفتیم که خودمون خجالت میکشیم که هرچی باری میدونید تمام این تمدنی که شما الان میبینید رایانه و فلان و ماهواره و فلان و اینا که ببینید اینها رو در زمان ایلامیان مزوپوتامی میگن اینها بین النهرین ما داشتیم من بارها براتون عکس حتی چیزایی نشون دادم که در سنگکاری های کهن بوده که شب مثل این اکران اوردیناتورا بوده و اینا یا موزیک دست جمعی یا خیلی چیزای دیگه اینا هم بوده ولی رفته یه زیر خاک یه رفته زیر خاک چجوری همونجور که میشتوین دیگه الان میگن که داره وضع کره زمین خراب میشه ایران ما میتونه به یک دوران تازه دست پیدا کنه
خصوصا با آنچه این اخیراً گذشته، یعنی از سپتامبر گذشته تا به امروز، یک تحولات تاریخی در ایران به وجود اومد. این تحولات تاریخی خیلی مهمه. یعنی شما دیگه نسل رضا رهنورد و کیان پیرفلک و محسن شکاری و نیکای عزیزم و مهسا و اینا رو که دارید، سارینا و غیره، همه رو، این یک نسل جدیدی است که پاشو فراتر از هر کجایی گذاشته. من الان تقریبا ماهی یک بار دو بار دعوت میشم به سخنرانی این ور اون ور فرانسه و دنیا که روی زن ایرانی صحبت کنم، زن ایرانی. و هرگاه میگم که آقا اینا روسری سوزوندن، هنوز باورشون نمیشه. میگم این بچه داشت میرفت اعدام بشه، دستشو داغون کرده بودن به خاطر نقش شیر و خورشید. دمون خبرنگار گرم، میگن ساواکی بوده، یعنی متلاتی ساوامایی بوده، زنده باد. اومد مصاحبه ازی گرفت، یعنی فریادی شد رضا رهنورد که از زمان قدیم جوخای نخستین اعدام نظام پلید اسلامی 43 سال 4 سال پیش وجود داشت تا الان رضا رهنورد توسط اون خبرنگار این رو ثبت تاریخی کرد. همون روزهای نخست انقلاب که عمرای ارتش رو میکشتن، همه با درود بر ایران سرزمین آریایی جاوید شهریاری و و کشته شدن، نفرین بر این دین تازی کشته شدن، جهانبانی ها و دیگران دستش رو قطع کرده بودن تیمسار رحیمی رو. روان خانم شاد نیست دیگه با ما، به من هی مرتب زنگ میزد با هم گفتگو میکردیم. رحیمی ها رو ما دست دادیم، اون موقع کسی نبود اون موقع صدای اینا رو ضبط کنه، فریادهای ایرانی چونو. این کار رو با رضا رهنورد کردن، حتی بچه های دیگر هم. اون کسی که این کار کرد، بارها گفتم، خیلی میگن بزنیمش اعدامش کنیم، این خود انیران در ایران هستن که میگن اون یارو رو بزنی. اون که اومد میکروفونی گرفت این از دهنی کشید بیرون، شاهکار تاریخ انجام داد، شاهکار تاریخ. از اونجا دیگه کسی جرأت نمیکنه از دین تازی دفاع کنه. از اونجا دیگه تحول بزرگی به وجود اومد. این خیلی پیروزی بزرگی بود، این پیروزی بزرگی بود، نباید قدرش رو ندونیم، نبایستی سپاسگزار این قهرمانان سلحشوری که حتی بعدن توی بدن اینا رو خالی کردن، ارگانهای ایران هم فروختن، نباشیم، بایستی باش. رضا رهنورد میگه من این ویدیو رو میذارم تا عبرت بشه. عبرتش اینه که الان موقع جنگه، الان موقع جنگه. نمیخوام هم بگم که شما بگین، ما بگم، ما دوست دارم و دوست دارم این ویدیو ویدیویی بشه که یعنی مخاطب ته درس عبرت برش بشه. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟ نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پخش. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟ نماز نخونن. درست. شادی کنن. به ویژه هفته گذشته دیدید یک تازی صحراگرد اشغالگر حرامی اومد گفت ما گردن شما بشکنین با من، معاون خودش اومد زد تو دهنش، بعد دادستان سابق کل کشور زد تو سرش. برای همینی که من بارها گفتم و میگم، ما کل سیستم و رژیم رو نفی و نابود و اینها نمیخوایم بکنیم. تو این سیستم افرادی بوده و هستند ایرانی که ایران رو نگه داشتن تا حالا، زنده نگه داشتن، مصلحت اندیشی کردن، با رژیم راه رفتن و و. ولی الان این حرفایی که اینا میزنن نشون میده که دو تا پلیس داریم، دو تا وزارت اطلاعات داریم، دو تا نیروهای نظامی داریم، اینا یکی ایرانی ها، یکی تازی ها. شما مردم بایستی از ایرانی ها پشتیبانی کنید، اون تازی ها رو باید بزنید،
اشغالگران باید بزنید، چه خودشون که در کادر رهبری و بالا هستن و چه نوکراشون که لچک به سر و چادر و چاقچور و خالی سوسکه و اینا هستن و یا ریش و پش گذاشته من سر مل زیر زیادی میزنن تو کوچه زیر، اینا باید بزنیدشون و الان این ثابت کردن اینا بهتون. پلیس ایرانی با شماست، حتی تو تظاهرات از سپتامبر به بعد که انجام میشد بارها ما برای شما نشون دادیم که پلیس هایی بودند که میومدن وسط و بچه ها را از زیر دست اعرابی که داشتن میزدن ما رو میکشیدن بیرون. این نیاکان فاطمه زهرا، بچه های خوردوش که هم پسر خاله پسر عمهای خامنه ای هستن، این ها اجازه ندن تو سرزمین ما بیان به خاطر ننه باباشون بچه های ما رو نابود کنن، اجازه ندارن، اجازه ندارن. خصوصا اینا همه برشون فامیل رفیقن، اینا کلک میذارن فیلم در میارن برای شما، سر شما رو کلا بذارن. یادتونه وقتی که اون جریان سبز و موسوی و الان میدونم بازی ده هنوز خرن ناراحت میشن ولی سندی دارم امروز، اون موقع که جریان سبز مبزار رو انداختن با سید حسین میرحسین موسوی اونه که الان هم داره تو خلستانیم، یادتونه گفتم اینا کلکه؟ یادتون هست گفتم که میرحسین موسوی خودش به خامنه‌ای قول داده که 7 تا وزارتخونه رو اون انتخاب کنه، نخست وزیرش بوده سابق، دعوای خوردی بس و بس همه با هم میکنن، تو با بچت که بچت دعوات میشه بس میکنین بحث شدید، ولی خانوادن اینا فامیلن با هم، اون خامنه هستی هم خامنه هست، ولی اون موسوی اون حسینی یکی همشون. همون موقع هم کلک اینها رو یک باندای دیگه به هم زدن، کاسوکوزاشون رو به هم زدن، کسای دیگه کاسوکوزاشون رو به هم زدن، اینم با متحدن. الان این خامنه‌ای فوش خوار مادر بهش میدن از اون بفهم میکنم حالا سندی که ما امروز داریم، حرفی که ما اونجا زدیم اون سالها پیش 88 تا الان میشه 14 سال پیش، برادر هاشمی رفسنجانی که یکی از ارگانهای اصلی قدرت هم بود تا وقتی که برادرش زنده بود، ببینید واضح اومده میگه که بابا خود خامنه‌ای رفت به این موسوی گفت بیا تو میدون. یه واقعیتی اینجا بهتون بگم، اصلا آقای موسوی رو رهبری ازش دعوت کردن که بیا کاندیدا بشه، رفتن تو منزل پدرش، پدر آقای موسوی مریض شده بود، آقای خامنه‌ای رفتن اونجا فامیل بودن، پیغام دادن آقای میرحسین، رفتن اونجا 3 ساعت با میرحسین صحبت کردن، قانش کردن که بیا کاندید بشه، اصلا آقای هاشمی نبود، یعنی آقای خامنه‌ای تشریف بردن؟ بله، یعنی ایشون خودشون تشریف بردن، یعنی اونهایی که مسائل رو میدونند، خب این نوع مسائل رو میدونن. آقای هاشمی کی این اتفاق افتاد؟ همون ببینین آقای قبل از سال 88؟ بله ببینین آقای تو 88 بود یا قبلش نمیدونم، آقای خاتمی کاندید شد، خب اعلام کاندیداتوری کرد، بعد روزنامه کیهان آقای خاتمی رو تهدید کرد، گفتش که سرنوشت بی‌نظیر بود، تو گرفتار میشی. خب آقای خاتمی برای اصولگرایان خیلی گزینه مناسبی نبود، چون میگفتن که رأی داره آقای خاتمی میگفتن ایشون رأی داره. خب بعد آقای خاتمی که میخواست انصراف بده به نفع آقای موسوی که آقای خامنه‌ای که رفتن با آقای موسوی صحبت کردن و ایشون قانع شد که کاندید بشه، آقای موسوی اومد اعلام کاندیداتوری کرد، ثبت نام اعلام کرد. این مقطع رو میخوام یه دور وقتی که ایشون اعلام کرد، حضرت آقا رو تشریف بردن منزل پدر آقای موسوی برای مراسم خط. نه خط نبود، ایشون بیمار بودن رفتن عیادتشون، یعنی آقای خامنه‌ای رفتن عیادت آقای پدر آقای موسوی، پدر آقای مهندس موسوی. بعد خب اون وقت آقای موسوی که اعلام کاندیداتوری کرد، آقای خاتمی به نفع ایشون کنار گیری کرد. بعد آقای اتفاقا همین بحث رو آقای هاشمی میگفتن که از نظر اقتصادی که تفکر من با ایشون و با آقای خاتمی یکیه، من برای من این دوتا فرقی ندارن که بیا مثلا من این خب بالاخره اصلاح طلبانی تفکر داشتم، بنابراین
خب اینایی که آقایون راجع به آقای هاشمی بعضیا نسبت میدن چون از وقایع روزگار اطلاع ندارن. پس گول نخورید مردم. الان هم من به شما اینو بگم، بارها گفتم دوبارم تاکید میکنم، شما اگر نیاین قاچع کار یک سره کنید، مردم میلیونی در خیابان بیانی، خون بچه ها داره از دست میره، ولی از دست نمیره چون نسلی رو ساختن این بچه ها که دیگه یعنی یک باد و طوفان دیگه را بیفتی اینا را از ریشه کن میکنیم. اینها چون میدونید استعمار تو این 43 سال و سال خیلی کار کرد، یک حرکتی که در کشور به وجود میاد، یک شورشی که به وجود میاد، یک انقلابی که به وجود میاد، این تحولی که به وجود میاد، این اگه به پیروزی نرسه، سرمایه داری جهانی، من اسمش از سال پیش گفتم بهتون، گذاشتم استعمار نو، این استعمار نو سرمایه داری جهانی، این میاد به نفع خودش ازش استفاده میکنه، میگیره تو دستش، معامله میکنه برایش، مثل کاری که الان کردن، الان معامله کردن. الان میدونید چقدر نفسا داره میکنه جمهوری اسلامی؟ میدونید چقدر پول بهش دارن میدن روز به روز؟ میدونید؟ خب اینجا شما که نیامدین توی میدون، این ضحاک ها جنایتکارها رو نگه داشتید، اون ورم رژیم لاساشو داره میزنه و قراردادش داره میبنده. اول انقلاب تا الان همینجور بوده، از اول انقلاب تا الان میمودن یک سری اپوزیسیون رو خشن اینا نشون میدادن، ولی زود اینا تو نطفه خفه میکردن با رژیم میساختن، میگفتن نگاه اینا رو میاریم ما، نگاه اینا رو میاریم ما، نگاه نگاه اینا رو میاریم. الان شما این اجازه رو نباید بدین، ذکاوت باید داشته باشین. شما ببینید همون موقعی که راش میرفت دولت موقت بره بالا، اینا همه با هم رشد کنن، متحد بشن، یکی یکی بیشتر بشن، متحد هم بسته همراه، یهو اومدن این را هم پاشوندن، یهو هم پاشیده شد، اتحاد را از بین بردن. چرا؟ چون دشمن همه جا نفوذ کرده، چون دشمن فقط چهار تا ملای شپشو نیست، ایران را الان داره استعمار میگردونه، از قبل هم استعمار گردوند، استعمار هم اینا را بود توی قدرت، اینا هم برای استعمار اینا دارن کار میکنن، کار میکنن، سهم خودشون رو برمیدارن، سهم اصلی اونها رو میدن. ما باید ذکاوت داشته باشیم، زیرکی. استعمار 100% آزادی تو رو نمیخواد، الا اینکه تو امضا بدی از قبل که چند درصد میخوای بدی، پس شما خودتونید و خودتون میتونین کار بکنید. ما در همین 100 سال گذشته خودمون نشون دادیم که میتونیم کار بکنیم. وقتی رضا شاه، رضا خان قزاق، رهبر قزاق هاست، هر کاری رو هم کرده میاد لاس میزنه، ما میگیم لاس، لاس میزنه قدرت رو به دست میگیره، ولی تا قدرت رو به دست میگیره لباسش از تنش در نمیره، تا ایران رو میسازه، ایران رو میسازه، از شپش و قحطی و فقر و بدبختی و بیچارگی و راهزنی های این و اون و این ایران رو نجات میده. میگیرن که بیرونش کنن. فروغی هست پسرش رو میذاره. محمد رضا شاه روزای نخستی که میاد هنوز قدرت نداره، امکانات نداره، تفنگ نداره، 300 تا تفنگ داره، لاس میزنه، ولی بعد میشه مغز متفکر منطقه و جهان، بعد حسودیشون میشه میفرش میدارن، اینها حسودیشون میشه به ما، اینها پولهای ما رو میخوان، ثروتهای ما رو میخوان، ما باید ذکاوت داشته باشیم. حالا یک مسئله دیگر هم که من بارها مطرحش کردم، امروز اینجا میخوام تأکید کنم، اون بازگشت میلیونی به ایرانه. یک سری افراد نمیتونن برن، جونشون در خطره، نمیتونن برن، اونایی که نمیتونن برن نرن، ولی اونایی که میتونید برید، همه تون برید پاسپورت رو بگیرید که مرتب برید ایران، بیاد یک ایرانی از خارج از میهن یک ماه در سال بره ایران، کم کم 100 نفر رو میتونه روشن کنه، 100 نفر رو. حالا 1,000,000 نفر بریم، 10,000,000 نفر رو میتونید روشن کنید، همون فامیل بابلو دور خودتون رو. این تحولی که میبینید اخیرا به وجود اومد به خاطر همین ورود ایرانی ها از خارج به داخل بود. بچه ها رشد کردن، بچه ها نیرو گرفتن، بچه ها مقتدر شدن. دوران شاه رو که الان داره تعریف میکنه اندیشمندان، دانشمندان ایرانی ما در داخل از کشور، علنا تو رادیو تلویزیون میگه، چیزای دیگر میگه، شما بچید برید در ایران روشنگری کنید، برید پاسپورت بگیرید، برید ایران.
رفتن به ایران این حسنو داره که هم وقتی که میرید اونجا مگه تفریح نمیخوایم به این رسال یه جا یه ماه برید ایران از این بعد برید اونایی که جونتون در خطره. من یک حرکتی رو سال 1996 راه انداختم، رفتم که برم هر کار خوب بکنم، ولی رام ندادم. رام ندادم. حالا امکان داره با سلام صلوات بیان دوباره خود ما رو، من نمیرم تا شما ایران رو آزاد کنید و اونایی که جونشون در خطره نمیگم برن، اما میلیونی برید شما مردم. حتی شنیدید پرنسس یاسمین پهلوی گفت در ایتالیا که بوده، من اینو خبر داشتم دارم، پیغام دادن امکان داره به رضا پهلوی هم پیغام بدن آقا پاشو بیا ایران، پاشو بیا ایران تو انتخابات شرکت، رضا نمیره تا اون جنبش با وجود بیاد. وقتی که شما میلیونی تو خیابون باشین همه ما پا میشیم میایم. این رفیق من دیدیه دوپلش که از جهان رفت 6 ماهه جونشو برای ایران به خطر انداخت سال 1996 و رادیوی خودش رو در اختیار من گذاشت از سال 1983-1985 که پارسی صحبت بکنم و بهش گفتن آقای سیاه شبسته داره علیه جمهوری اسلامی و معاملاتمون به هم میخوره اینا، 30 سال پیش 40 سال پیش. گفت چه کار میخواییم میکنیم؟ حالا رادیو من ببندیم؟ ببندیم. من سیاه شبسته خونشه اینجا، رادیوش رو بستن، رفت اعتصاب قضا کرد تا پای مرگ رفت برای شما. اون موقع این به من سال 96 که من میخواستم برم ایران رفته بود اینجا صحبت کرده بود، هواپیمای کوچولو درست کرده بود، پیدا کرده بود با یک خبرنگار مال کانال پلوس که رفیقش بود و کامرامن که ما بریم ترکیه، از ترکیه وارد ایران میشیم با هواپیما. گفتم بابا هواپیما رو میزنن، توی رژیم نمیشناسی چقدر پلیده، هواپیما رو میزنن، او یارو خرمان هم کشته میشه. حالا یک دیر اینا میترسن میزنن، ولی چون از ورود یک سری افراد وحشت دارن، برای همینی که امکان داریم فردا بیام آقای رضا پهلوی شام تاش بریم، هیچ کاری با تو ندیم میکنه، نباید بره، اون نمیره. قفار حسینی رو زدن کشتن، مختاریا رو کشتن، مجید چریوا رو کشتن، دیگه رضا. ولی شما که میتونید برید باید برید، برید سپاه در داخل میهن میشید شما و سپاه میسازید و یادتون نره دیگه هم نمیتونن مثل قبل بکشن. همچنان که این چند نفری رم که کشتن در این جنبش اخیر دیدید چقدر به نفع شما شد، دیگه الان همه کشیدن پایین در برابر شما، قدرت شما الان جهانی شد، قدرت شما جهانی شده. ما 1402 سال با اینا داریم می جنگیم، خانه به دوش بودیم. فکر کنید خانه به دوشی کار امروز ماست، من فرار کردم تو فرار کردی او فرار کرد، کار امروز ماست. 1402 سال از وقتی تازی حمله کردن ما بچه‌هامون رو پشتمون گرفتیم، زندگیمون رو پشتمون گرفتیم، اینجوری کوچ کوچ ایرانی‌ها و قبایل ایرانی سرشور آریایی، کوچ کوچ قبایل به خاطر بود که تازیان جنایتکار پشت سر ما بودن. هم شما سپاسگزارم، من سالها پیش گفتم که موسیقی بیارید به کوچه ها، آوردید برای مادرم جشن گرفتم رو کشتی با شراب، هادی خورسندی نهایشنامه نوشت، امروز همه شما جشن میگیرید و موسیقی دست رو کردن. سپاسگزار گزارش کرد، گفتم یوتیوب نخستین کسی که برنامه شما رو گرفت لایو پخش کرد زمان جنبش سبز اینا مهتیبی بود، youtube.com/مهدی. میگفتم برنامه‌تون مستقیم بفرستیم و پخش کنیم، روزی 1000 تا 800 تا 100 تا 200 تا اون موقع ویدیو میومد، الان همه شدن گزارشگر، همه میفرستن.
یعنی هر آن چه به شما گفتیم و هر آن چه کردیم موفق بود، این هم موفق خواهد بود. ورود و بازگشت شما به ایران که این کوچی که دیدید با چه سختی انجام داده او میشه، این کوچ دیگه برای زن ایرانی، مرد ایرانی، بچه ایرانی نباشه، در سرزمین خودش بمونه. حالا شنیدید شما بچه ها میرن عروسی آریایی رو مد کردیم، زنده باد به ایران. دیگه که عروسی تازه میکنه، بعدم از این بچه ها یاد بگیرید عروسیاتونو به جایی که برید پول خرج کنید و جور اینا، برید پولا بدید به زندانی های سیاسی، به کسایی که بچه هاشون از دست دادن، براشون خونه بخرید، امکانات و برسید به اونها، پولا رو جور خرج کنید. ولی برید تو پارک های ملی میهنی، اگه مشهدین برید در فردوسی عروسی بگیرید، نشابور برید در بارگاه عمر خیام، همدان پور سینا رفیق من اینا رو ساخت، آرشیتکتش روانشاد هوشنگ سیهان بود. برید در حافظیه، در سعدی، برید اونجاها جشن عروسیتون رو بگیرید. و ما یادتون نره، من به رایگان در سر تا سر ایران تلفنی یا با اسکایپ یا با هر چیزی پیوند خویشاوندی آریایی شما رو انجام میدم، وقت بگیرید رایگان. حتی اسناد رو هم رایگان در اختیارتون میذاریم، اسناد رایگان در اختیارتون میذاریم، همونجا پرینت میگیرید، پرینت باید برین یک جایی که ماشین فوتوکپیش خوب باشه، تو خونتون کپی نگیرید، کپی رنگی های خونتون خرابه، به درد نمیخوره. فایل رو ما در اختیارتون میذاریم، فایل رو میرین در یک کپی سرویس خوب با دستگاه زیراکس خوب یا کنون فوتوکپی میگیرید، سند رو در 4 نسخه پر میکنید، خودتون خواستید میخونید انفع، نخواستید سیاه شبستا برایگان از پاریس شما رو عقداریه میکنیم، برین در این اماکه، بعد ما هم تلفناتون میگیرید و هم پخش کده آسون شده همه چیز، همه چیز رو متحول کنید در ایران. عروسی برید در حکمتانه، پاسارگاد برید، در آتشگاه زرتشت، کعبه زرتشت، میبینید کعبه، این کعبه آتشگاه ما بوده، کعبه همین مال تو مکه است، کپیش در نقش رستمه، این 30-40 سال پیش نوشتم در آیین اوستا، سند ثابتم کردم براتون که این کعبه تازی ها آتشگاه ما بوده، وقتی ما اونجا ارتاق کرده بودیم آتشگاه بوده. تو قرآن هم میگه ابراهیم رفت تمیزش کرد، نظفه، بعد میگه پایهاش برد بالا، یعنی پایهاش رکته بود، دیوارش رکته بود، دیوارش برد بالا، آتشگاه ایرانی بود اونم. حالا مثل ما تو ایران زیاد داشتیم، برید عروسیاتون اینجور جا برگزار کنید و لذتش رو ببرید و یادتون نره که شما تبار 7000 سالگانید. در مورد ایزه چی میگه؟ ایزه سرزمین دیروان خوب زستان هست، اینجا سرزمین خورشید، زاویش خورشید و تمدن ایلامیان رو داره. یادآوری به علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای اینجا ایزه هست، شهری که تو تمام خوزستان و شهر به شهر رفتی، بهت اطلاع دادن اینجا برات امن نیست و نمایندت رو فرستادی، شهری که کمیتتون رو منحل کرد، 44 سال مبارزه کرد، این ساکانی رو بردن بلژیک، آبرو همش رفت، الان یکی یکی دارن استعفا میدن. زنده باد بی دریا صفایی عزیزم، خانم نازنین پارلمان رفت تو پارلمان که نماینده هست بلژیک، پدر اینا در باد ملت ایران هم همینطور، الان یکی یکی دارن استعفا میدن. یک آدم های خل و ملنگ و مچنگی که با چادر و چاقتور و فلان تازیان، آقا تو صحراش هم دیگه الان جور نمیگردن، این چادرشون رو وا میکنن مرداشون، ننگتون با تازی ها، تازی لباس ننه بزرگش آورده تو مملکت آریایی 7000 ساله من، بعد پاشم سفر میره بابا بروریزی. بعدم جوان ها الان همه روشن، جوان الان رهبر ماست، پیرپا تالا تفریه چاکرتون هم من میشینیم، ما رو 40 ساله نگاه میکنین، ولی نگاه کردن که نرید بشید رضا رهنورد فایده نداره، بعد ببینیم بچه ها چی میگه، حرفاشو گوش کن،
فیلسوفنی بچه همه. و یه پیغام برای مردمی که ساکت نشستن. منم دارم انفرادی. این یه پیغامه از طرف تمام مردم ایران، اونایی که ساکت نشستن و جرأت حرف زدن ندارن و اونایی که رفتن کشته شدن یا تو زندانه. مهسا رو کشتی، نیکا زنده شد. نیکا رو کشتی، توماج زنده شد. توماج رو دستگیر کردین، حالا محمد رضا زنده شده. مطمئن باش اگر محمد رضا رو بکشی یا بگیری، تهش یه کسی پیدا میمیرم به جنگ. منم دارم انفرادی میرم به جنگ. ولی یادتون باشه وقتی که اتحاد پیدا کردید، هیچ وقت دیگه شکست نمیخورید. شاید منم بگیرم. این آقای حسین سلام ورزی کسی بود که چند وقت پیش از ایزه پشتیبانی کرد، از کیان پیرفلک عزیزم پشتیبانی کرد، اشک ریخت. خوشحال و خرسندم که رئیس اتاق بازرگانی شده. ما تو ایران دیگه الان اینو بدونید، ما تو ایران ایرانی داریم، ان ایرانی داریم. شما مردم از ایرانی ها پشتیبانی کنید، ان ایران رو بزنید. اون ایرانی هایی که پست های بالا دارن تو مملکت از شما پشتیبانی میکنن، از این بعد دیگه اونا شما پشتیبانی میکنن، علنا هم میکنن. الان دیگه جنگ رو در رو شده با تازیان در داخل کشور. این آقا رو حسین آقا هم خوشتیپ هم خوشفکر شده رئیس اتاق بازرگانی، دفاع کرد. حالا چقدر سرصدا علیش راه انداختن، امکان داره به استعفا بکشوننش و براش پاپوش درست کنن. ولی کاری که تو کردی حسین آقا تاریخی شد. و کاری که اونا کردن، این انتخاب کردن 270 تا رأی آورد، اینش مهمه. یعنی این همه جا آدمای ایرانی ما داریم. ما دیگه الان فهمیدن مردم ما که ایران یعنی چی، ان ایران یعنی چی. فهمیدن ان ایران رو به خوبی میشناسن همه. نوشابه خوردی؟ نوشابه میخوری یا دوغ یا فقط آب میخوری؟ یا زیتون یا فقط ماست میخوری؟ سالاد شیراز میخوری؟ ماشاءالله چقدر ناز میخوری، جون بخوری. اما دشمن بیکار نمیشینه، دشمن تلاش خودش میکنه که سرزمین ما رو داغون کنه. ما بایستی هوشیار باشیم، ما بایستی بیدار باشیم. الان دشمن داره، جدا از اینکه آب ما رو میبره، مردم آب ندارن بخورن، نفت ما رو میبره، مردم بنزین ندارن تو ماشینشون بریزن، خاک و سنگ کوه و دشت و اینا رو ما دارن میبرن، اینا دارن از اون میان. این با پولایی که از خود ما دزدیدن، این بنی هاشم سابق میرفتن مشهد به زن شما تجاوز میکردن، همین پریروز میگم، پول میدادن دلار، زن شوهردار میرفتن کار میکردن. حالا اومدن زمیناتونو میخرن، زمیناتونو رقم بالا. یارو به من زنگ زده میگه آقا خونه ما اینجا 4 میلیارد قیمتش. یارو عربه اومده، با عربه کاری نداریم ما، با اونایی که به سرزمین من کار دارن من کار دارم. میگه اومده گفته آقا ما 5 میلیارد بهت میدیم، 1 میلیارد بیشتر میدیم. خب 1 میلیارد در اونا که چیزی نیست، اصلا اینا پول دارن عمدن خرج میکنن سازمان یافته که بیان زمینای شما رو بخرن، بعد بخت فردا یه کوب اردنگ. زرهنگ باشید مردم، خصوصا شما که بالای تو قدرتی تو حکومتید، ایرانی هستید، ان ایرانی نیستید، با این موارد مبارزه کنید. این ایران شانزلیزه، ما بانک صادرات داشتیم بغل من تو خیون شانزلیزه، فروختن مفت کلزی شد دیسنیلند. خانه ایران داشتیم ما، مغازه پایین طبقه بالا فلان اینا، فروختن بالا کشیدن. اومده بودن ایرانی رو چندین سال پیش بفروشن. خود اینا بچه اومدن به من خبر دادن، ما همون موقع یک دو تا برنامه رفتم و جلوگیری کردم. ایرانی رو، خود بچه ایرانی رو اومدن به من خبر دادن،
گفتن آقا مطرک و یارو از تهران اومده اینجا میخواد ایرانی رو بفروشه، 1 میلیون بذاره تو جیبش، 1 میلیون بگیره. همه رو همه چیز ما اینا تو خارج دارن میفروشن، چیزای خوب، جای خوب، سرزمین ما رو دارن میفروشن به اعراب و بنی هاشم. مواظب باشید بچه ها، بچه ها مواظب. از اون طرف که زمین ها رو میفروشن آدم هم وارد میکنن، آدم های خارمقادس از اون چادر چاکچوریه که تا میگی فلان شمشیر میذاره فلان میذاره، اونا رو وارد میکنن اینجوری. حبی سوار شو حبی. میبینی اینا رو میانند عقب ماشین ها سوار میکنن تو کاپوت های عقب، اینا رو سوارشون میکنن میبرن تو شهر پخششون میکنن، ولشون میکنن دیگه. تو بیه اینا، اینا چند سال دیگه چند میلیون میشن، چند سال هزار نفر میشن، سپاه مفت مجانی جمهوری اسلامی آخونده میشن، سرباز یا حیدر یا حیدریم، حیدر حیدر حیدریم حیدر میشن و توی بدبخت دیرانی. پس شما برید ایران بچه ها، برید ایران، زمین بخرید، خونه بخرید. تو با همون چی بگم بهت، با 5% پولی که تو آمریکا داری 10% پولی میتونی برید 3 تا خونه تو تهران بخرید، تو ایران بخرید. برید بخرید خونه ها رو، شما این کارو بکنید، کاری که دشمن داره میکنه تو شما این کارو بکنید. وقتی شما میرید ایران رو میان، یا لازم نیست که تظاهرات برید فلان بکنید که بگیرنتون، مدیریت کنید خودتونو، به تله نیفتید. هر چه باید گفت آره بابا دام ما بله با خود، ولی از زیرکی زیر میزی این اینا. از دشمن باید بیاموزید، همچنان که نظام پلید جمهوری اسلامی از روز نخست از همه سازمان های اطلاعاتی دنیا درس گرفت، از همشون درس گرفت. شما باید درس بگیرید تا زنده بمونید، تا ایران سر پاش. Thank you.
اسپانیاران به وجود شما جهان افتخار میکنه. ایرانی امروز سربلندی برای ایرانی خرید که نشانی ازش در تاریخ نداشتیم به این بزرگواری. یاد همون هرمزان افتادیم و پور لگام، پور جادوگه. این جادوگه که میگفتن شما ندارم فیلم ها الان دیدین یا نه؟ روی اینستاگرام زیاده از اینا. این بچه هستن دیوار میپره از سو، از یار بره اوبر، از یار بره اوبر، میپره او. دیدین اینا ره؟ دیدین؟ اینا جادوی هم. بهمن جادوی اینجوری بود. سپاهیان حسن صباح اینطوری بودن. فیلم هم امریکایی ساختن تو همون فیلم بود که الکساندر بود مسکیاره الکساندر که ساختن فیلم های دیگه که اینا مثل فرفره مثل پرنده این همین الان روی اینستاگرام بچه ها زیاد میبینین سر تا سر دنیا اینجوری عمل میکنن با دیوار از دیوار راست میره بالا دور میزنه میاد پایین از دیوار دره اوور دره خودش پرت میمونه از دیوار ساختون بالا با این بچه ها اینجوری بر رسمی کار بودن کار میکردن ایرانی اینجوری بوده و هست اینا مال بچه های حسن صباح اینا مال نیروهای رسمی زمان ایلامیان و هخامنشیان وقتی حمله میکردن شبانه میبودن بیست گردن میزدن میرفتن از اینا ترسیده بودن حسن صباح رو توی خارج بهش میگن اساسن حسنین حسن اساسن چون اینا قاتل های بچه های ایرانی رو شبا گردن می زدن با چیز کاوت زیرکی. حالا این خیام و این جهان فرسوده سه ساعته من چند سال پیش که اینو نوشتم و به دستور استاد انوشان روحانی کتاب بود صداش کردم و موزیکای خود ایشون شهرام ناظری شجریان استاد گلبا و خیلی موزیکای دیگه بچه های خوزستانی اینا رو توش گذاشتیم. اینو من اون سالها که ساختم اینو بیاد این بچه هایی بود که در طول تاریخ برای ایران جان خودشون رو دادن و یک نوع آموزش رسم خیام و این جهان فرسوده. حالا یه تیکاش و از وقت شما گوش میکنید این سه ساعت شو میتونید بین روی یوتیوب بزنید رایگان گوش کنید بهتر همه برسونید. برای نخستین بار بهتون میگم که یک درسه این سه ساعت یه درسه. بسیاری از بچه هایی که قهرمانانه برای ایران جان خودشون رو دادن اینو گوش کرده بودن آموزش میده. ترانه داره، موزیکای خیلی خوب داره، سخن بسیار زیباست. زندگی حسن صباح و خواجه نظام الملک و عمر خیام و سلجوقیان هست و تازیانی که خون ایرانی رو میریزن و چگونه باید با اینا مبارزه کرد. گوش کنید به اطلاع دیگران هم برسونید. خیلیتون هم گوش کردید، دهمین بار برید گوش کنید. با اینی که گفتم برداشت جدید خواهید داشت از خیام و این جهان فرسوده. مهربان یاران گرم هوا تابستون لذت ببرید، بهره ببرید، جز به شادی نکشید، همیشه شاد باشید، دست افشان رو پای کوبان باشید. قدر بچه‌هایی که برای ایران جونشون دادن بدونید. پدر مادر اینا رو ببرید بذارید روی سرتون، تا خونه‌های خودتون دعوت کنید، شما برید خونه‌های اونا دسته‌های گل براشون ببرید هر هفته. ارزش نداره گل، ولی برید هر هفته. دلم میخواد خصوصا به مادر رضا رهنورد برید برسید پیش از این که بکشنش. فقط برای این گریه کرد، گفت من نتونستم برای مادرم کاری بکنم، ازش معذرت بخوام. میشه دیم صحبت کرد، گفت من نتونستم برای مادرم کاری بکنم و ناراحت بود. روانش شاده، شما شادترش کنید، خونشون رو برید گل مادرش پیدا کنید، اذیتش کردن مادرش رو، دستش رو ببوسید، گل بارونش کنید. حتی همون همسایه ها به چه محل نمایه همسایه های نامرد پلید، هر همسایه‌ای که به مادر رضا رهنورد بدی کرده پدرش رو در رید. بچه ها رضا رهنورد
بابک دوران بود، شیر خورشید رو دستش. قطع کردم دستش برگردنش و اعدامش کردم. قتلشو بدونید. الان مادرش، دلم میخواد خبرهای خوب بشنوم در رابطه با دیدارهای شما با مادرش. به تازی ها گوش ندید، از اشغالگران تازی هم نترسید. نترسید، زندگی یک بار، مرگ یک بار. از برادرم مهندس امیر شجری عزیز سپاسگزارم. دستان گرم همه شما رو میفشارم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و کتاب اوستا. سازمان جاسوسی الله. پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن حافظ و جریان عاشقی. شما را با امنیت کامل به دژ الموت ببریم. خیام با آهنگی دلنشین میخواند بر شاخ امید، اگر بر یافتمی هم رشته خیش را سر یافتمی. تا چند ز تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم لوان. پیر مرد ریش سپیدی به خیام نزدیک می شود. حکیم بزرگوار ما، در شهر شایع کرده اند که تو هم دست حسن صباح هستی و مبارزه مسلحانه او را علیه حکومت اسلامی تأیید می کنی. خیام می گوید از من اقرار می خواهی؟ پناه بر خدا، من که باشم که از تو اقرار بخواهم؟ من از تو دستور می خواهم، چون ما همه از تو تبعیت و تقلید می کنیم. چه تبعیتی، چه تقلیدی؟ ما پس از این همه سال درس و بحث و فصل نمیدانیم که در کجاییم و تو پیر مرد و آن جوان میخواهید از من تقلید کنید؟ تقلید کار هیچ حیوانی نیست، چه رسد انسان. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی،
کانان که مدبرند سرگردانند. پیرمرد لبخندی میزند و میخواند: آنها که کهن شدند و اینها که نوعند، هر کس به مراد خیش یک تک بدوند، این کهن جهان به کس نماند باقی، رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. اما حکیم و بزرگوار، ما میخواهیم که با نیکنامی برویم، ما میخواهیم که در صف خداوند الموت باشیم و از این جهان برویم. چرا تو هرگز نبرد مسلحانه او را بر علیه تازیان و ترکان و بیگانگان دیگر تایید نکردی؟ خیام میگوید: پیداست که تو به اندازه ای که سخن میگویی کتاب نمیخوانی. وقتی من از درد زایش سخن میگویم یعنی چه؟ هیچ زایش نوگرایی، هیچ زایش رهایی و آزادی و نیکندیشی بدون خون میسر نیست. همچنان که مادر هنگام زایمان فرزند درد بسیار میکشد، احیانا در خطر بودن سلامتی برای زایش نوین نیز امری اجتناب ناپذیر است. جهان باید به کام خردمندان باشد، خردمندان باید شاد باشند. این شادکامی هزینه هایی دارد، هر کس سهم خیش را در آن بگذارد. سهم من بیش از نیم قرن تلاش فکری بوده است. امروز این فکر در تیغ شمشیر مجاهدان و باطنیان جای گرفته است و بر شماست تا سپاهش را پرسازید. من کار خود را کردم، با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمی است. خیام بر آستانه باغ پدری خود می ایستد و خطاب به جمع جوانان و کهنسالانی که او را همراهی کردند می گوید: من وصیت خود را به پیر شهرمان گفتم، شما نیز آسوده به خانه های خود بازگردید. وقتی که از کاغذ و قلم فارغ می شوم، باغ و گل و می و ساقی و عشق های من رنگ دیگری می گیرند. جشن نوروز مرا شاد کرد و نیز خسته. از شما مهربان یاران اجازه می خواهم تا چند روزی در اینجا به استراحت بپردازم. همه مردم پراکنده شدند و به سوی کار و یا خانه خود روان. چهار جوان سپید پوش وارد باغ می شوند. چه می خواهید؟ حکیم بزرگوار، جان شما در خطر است و ما وظیفه نگهبانی شما را داریم. نگهبان من همانی است که بی خبر من مرا به جهان آورده است. شما نیز به خانه های خود بروید. درود گرم مرا به خداوند الموت برسانید. از شهر نیشابور سرباز بگیرید. من سفارش نهایی شما و پیشوایتان را به پیر نیشابور کردم. شهر با شماست پیر و جوان. بروید و دستورات حسن صباح را عمل کنید تا این بیگانگان شب پرست را از سرزمین رودکی و فردوسی و پور سینا و دقیقی بیرون برانید. شمشیرهایتان بلنده تر باد، خنجرهایتان تیزتر و خونین تر باد. با صحراگردان جنگجو که به خاطر اندیشه و عشق به میهن ما را به مسلخ میبرند و تکه تکه میکنند، به جز با تیغ نمیتوان سخن گفت. ما با خواجه نظام الملک شیوه سیاست مداری را تجربه کردیم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. باید سران بیگانه را زد. به سرانگشتان نظام کاری نداشته باشید. به حسن صباح بگویید سرها و مغزهای ترکان و تازیان را بزند، آنگاه آنها خود از این سرزمین اهورایی خواهند رفت.
چشمان جوان سپید پوش خنجر در کمر پر آب شده است، گویی که البرز و دماوند است که گریه می کند. خیام آنان را در آغوش می گیرد و می خواند: خوش باش که پختند سودای تو دی، فارق شده اند از تمنای تو دی. قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی، دادند قرار فردای تو دی. جوانان راه خود را می گیرند و خیام وارد باغ می شود و درب را به پشت سر خود می بندد. از لابلای گلهای یاس و محمدی و نرگس، دخت سمرقندی که جامی در دست دارد ظاهر می شود و حکیم عمر خیام را در آغوش می گیرد. تا چند حدیث 54 ای ساقی، مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی. خاکیم همه چنگ به سازه ای ساقی، بادیم همه باده بیار ای ساقی. دخت سمرقندی وارد تالار می شود و چنگ را به خواست خیام می نوازد. خیام شب شاد و خرم دیگری را پشت سر می گذارد و با بت سمرقندی خود به رخت خواب می رود. پس از آنکه باغ آرام از هر صدایی می شود و تنها نسیم خنک و دلنشین نیشابور شاخ و برگ ها را نوازش می دهد و آهنگ زیبا و آرامی را می نوازد، چهار مرد ریشو و خشن و عبوس از دیوار باغ فرود می آیند و به آرامی وارد اتاق خواب خیام می شوند. دو بالش را بر روی صورت خیام و دخت سمرقندی می گیرند و دست و پای آنها را محکم در دست می گیرند. دقایقی بعد خیام و زهره هر دو جان می دهند. چهار تازی ریشو و عبوس از درب باغ خارج می شوند و با هم آیاتی را از قرآن تلاوت می کنند و یک راست به سوی مسجد شهر می روند برای ادای نماز صبح. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.